دوستان سلام، به دوره آموزشی حقوق کودک آموزشکده توانا خوش آمدید. ما در دو جلسه گذشته بحثمون در ارتباط با ابتدا ویژگی ها و اهمیت حقوق کودک و تعریف کودکی بود و اهمیت تعریف کودکی در حوزه حقوق کودک، و سپس حقوق بنیادین کودک را بررسی کردیم. از حقوق بنیادین کودک تمرکز کردیم بر حق حیات کودکان، بر حق مسئولیت کودکان از تبعیض و حق برخورداری کودکان از ممنوعیت هر نوع آزار، و یا بهتر بگیم حق برخورداری کودکان از سلامت جسمی، روانی و عاطفی و اخلاقی. و میتونیم، فرصت نشد که به بحث حقوق سیاسی کودکان بپردازیم. حقوق سیاسی کودکان هم از جمله حقوق اساسی و بنیادی کودک شناخته میشه در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و سایر اسناد بین‌المللی. از این رو حق یا حقوق سیاسی کودکان اهمیت داره که امکان فکر کردن به کودکان میده، امکان اجتماعی شدن کودکان، مشارکت سیاسی کودکان در فعالیت‌های درون مدرسه ای، و حفظ حریم خصوصی کودکان در درون مدرسه، در خانه، و اینکه کودک به روند اجتماعی شدن کودک کمک کنه. حقوق سیاسی کودکان مورد اهمیت هست، و همچنین منع سوء استفاده سیاسی از کودکان و احساسات کودکان هم مورد توجه این حوزه هست که در جای خودش قابل بحث است. بحث امروز ما در ادامه سلسله مباحث حقوق کودک برمیگرده به حقوق اجتماعی و فرهنگی کودک. در این حوزه یک موضوع که خیلی خودش رو نشون میده و میتونه در حد حقوق بنیادین هم خودش رو بالا بیاره، بحث حق حفظ هویت، برخورداری از تابعیت و ثبت تولد کودک هست. این حق از جمله حقوقی هست که کودک به واسطه ارتباطش با خانوادهش و ارتباطش به جامعهش و ارتباطش با کشورش میتونه به دست بیاره. از این رو این اهمیت داره که هیچ کودکی بدون تابعیت باقی نمونه، هیچ کودکی بدون هویت باقی نمونه. چرا باقی موندن کودکان بدون هویت یا تابعیت میتونه خطر داشته باشه برای کودک؟ از این رو که کودک، همینجوری که در گذشته اشاره کردیم، توانایی این نداره که مطالبه کنه این موضوع رو و خودش این موضوع رو دنبال بکنه، بلکه باید دیگران براش بخوان، قوانین باید حمایت کنه از کودک. و اگر کودک بدون ثبت تولد باقی بمونه، امکان سوء استفاده از اون به مراتب بیشتر خواهد شد. اگر کودک تابعیت نداشته باشه، امکان برخورداری از بسیاری از حقوق اجتماعی، فرهنگی و حقوق اساسی دیگر هم میتونه دست بده. از این رو این حق مورد توجه هست. در شرایط مختلف، در شرایط جنگ ها، بحران ها و بحران های سیاسی، نسبت به اقلیت ها، نسبت به کودکان مهاجر، این موضوع بیشتر خودش رو نشون میده. به طور مشخص ما در این رابطه یک اشاره مختصری هم در جلسات گذشته داشتیم نسبت به کودکان متولد شده از پدران خارجی و مادران ایرانی، که عمده اونها کودکانی هستند که از دو گروه مهاجر سالهای گذشته، در 30 سال گذشته ایران بودن. یک دسته فرزندانی که در نتیجه ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان به دنیا اومدن، و دسته دوم هم کودکانی که حاصل ازدواج بین زنان ایرانی و مردان عراقی هستند، معاودین عراقی که در عمدتاً در مناطقی از کرمانشاه، کردستان و مناطق دیگه سکونت داشتن بعد از شروع جنگ ایران و عراق، و در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان، استانهای خراسان رضوی و دو خراسان دیگه. به خصوص ما با نسل خاصی از انسانها مواجه هستیم که الان به عنوان انسانهای بدون هویت شناخته میشن. بدون هویت به این معنی که به خصوص از زمانی این موضوع توجه بیشتر به خودش جلب کرد و یه مقدارم در فضای مطبوعاتی ایران هم انعکاس داشت که ثبت نام برای یارانه گرفتن شروع شد. یارانه به هر حال حداقل پولی بود که به خانواده‌های فقیر میتونست خیلی کمک کنه و میتونه کمک کنه.
اما این خانواده ها حق وقتی که مراجعه کردن برای ثبت نام یارانه متوجه شدن که نمیتونن به دلیل اینکه کارت ملی نداشتن، به دلیل اینکه شناسنامه نداشتن. و از اون طرف هم کشمکش هایی هم در سالهای گذشته در این رابطه بین دولت و این بخشی از فعالین جامعه مدنی رخ داده که پیشنهاد برای تغییر قانون مدنی در ارتباط با بخش تابعیت صورت گرفته. مجلس هم در گذشته موافقت کرد اما با صد شورای نگهبان مواجه شد. فقط تنها تغییری که صورت گرفته گفتن این افراد وقتی به سن 18 سالگی برسن خودشون درخواست تابعیت کنن که اون هم مشکل اونا رو حل نمی کنه، حداقل مشکل کودکی و ایام کودکیشون رو حل نمی کنه. از همین طریق اونها با مشکل حق آموزشی مواجه هستن و سایر حقوق دیگه که امروز به طور مشخص ما با یه پدیده به نام افراد بدون هویت روبرو هستیم. این موضوع در بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های سیاسی یا ناشی از جنگ‌ها بیشتر خودش نشون میده. تولدهایی که میتونه ثبت نشه و بردگی‌هایی که میتونه به وسیله عدم ثبت هویت واقعی کودک صورت بگیره، کودک‌ها مورد خرید فروش قرار بگیرن، کودک‌ها از خانواده‌هاشون جدا بشن، کودک‌ها به هرزگی یا استفاده در جاهای نامطلوب قرار بگیرن، مثل استفاده از کودکان در کارهای سخت و زیان‌آور یا کلن کودکان خردسال در کارها و بدون پرداخت دستمزد مناسب و در حقیقت استثمار کودکان. این اتفاق هم ناشی از عدم حفظ هویت، تابعیت و ثبت تولد در کودکان هست. این موضوع از این نظر مورد توجه هست که کودکان باید به وسیله قوانین مورد حمایت این حق قرار بگیرن و این حقی نیست که از پایین و به صورت فرهنگی در سطح جامعه بخوان بهشون بدن، بلکه این حقی است که به موجب قانون باید دولت‌ها به رسمیت بشناسن و نسبت به همه کودکان اعمال کنن. و مهمتر این که کودکی که به صورت مهاجر به یک سرزمین دیگه میره، به صورت پناهنده به یک سرزمین دیگه میره، حتما باید در اون سرزمین مهمان هم هویتش شناخته بشه. اگر در اونجا متولد بشه باید حتما ثبت نام بشه، تولدش ثبت بشه و به اون یک اوراق هویت داده بشه که هویتش کاملا مشخص باشه. از این رو در نسبت به کودکان مهاجر و کودکانی که پناهنده میشن یا والدینشون پناهنده میشن هم اهمیت داره این موضوع. حق دیگری که در این حوزه بسیار از اهمیت هست و موضوع بحث های مختلف هم هست، حق آموزشی کودک هست یا حقوق آموزشی کودک. حقوق آموزشی کودک در حقیقت بعد از حق حیات و حق امنیت کودکان میتونیم بگیم که یکی از مهمترین حقوق کودکان شناخته میشه. از این رو اهمیت داره که کودک در فرایند بزرگ شدنش، فرایند رشدش به آموزش نیاز داره. اگر آموزش مناسب کودک دریافت نکنه میتونه در آینده با بحران‌های مختلف مواجه بشه، امکان کار کردن بهتر دست میده. و خیلی ساده‌تر میتونم بگم که آماری که از زندانیان در کشورهای مختلف وجود داره، از جمله در کشور خودمون در ایران، عمده زندانیان را بین افراد بی سواد یا کم سواد هستند. یعنی بخش عظیمی از زندانیان را کسانی تشکیل میدن که یا سواد کافی ندارن، یعنی کمتر از دیپلم یا متوسط پایان دبیرستان سواد دارن، یا اصلا سواد ندارن. این موضوع در کشورهای دیگه هم وجود داره، حتی در کشورهای بسیار پیشرفته هم همین حکومت میکنه این اصل. یعنی یک رابطه معکوسی بین آموزش و مسئله عدم بزهکاری وجود داره. بنابراین در کسانی که کمتر سواد دارن ممکنه در باندهای تبهکاری، باندهای جهل، باندهای بزهکاری های مختلف و حتی سرقت های کلان بیفتن. بنابراین مسئله آموزشی کودکان از جهات متعدد در حوزه رشد کودکان بسیار بسیار حائز اهمیت هست. یک پدیده که امروز ما باش در این حوزه مواجه هستیم مسئله بازماندن از تحصیل کودکان است. ما در ایران یک آماری داریم که چه تعداد کودکان به حق آموزش دسترسی ندارن،
چیزی گاهی به طور رقم‌های متفاوت نشون میدن، بعضی وقتا حتی صحبت تا 7 میلیون کودک هم شده، اما نمیتونیم دقیق بگیم برای که دولت نسبت به موضوع حساسیت داره، آمارها هم در اختیار خودش هست، ولی در هر صورت کودکانی که موفق نمیشن مدرسه برن، این آغاز کنن مدرسه، آمار قابل توجهی به خودش اختصاص داده و با نهایت تأسف باید بگیم که آمار کاهش پیدا نکرده در سالهای اخیر و این مشکل رو حل نکرده. و در کنار اون یک مشکل دیگه که ما داریم مسئله بازماندن از تحصیل، یعنی سال اولیه مدرسه رو کودکان شروع میکنن اما نمیتونن مدرسه رو تمام کنن به دلایل مختلف، به دلایل عدم حمایت والدین، به دلایل از دست دادن والدین، به دلیل نبودن مدرسه مثلا مقطع بالاتر برای بخصوص دختران در مناطق حاشیه‌ای روستاها، یا به دلایل نیاز خانواده به کار کودک وقتی یه مقدار رشد میکنه. و یه بحث هم در مورد دختران دو بخش به خودش اختصاص میده، یکی این که دختران در سنینی بیشتر امکان داره که درگیر ازدواج بشن و در سنینی دیگه، در نکته دیگه هم این که برخی از خانواده ها در حالتهای سنتی با آموزش سطح بالاتر دختران مخالفت میکنن. از این رو ما با یه قانونی مواجه هستیم در صرف نظر از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصاد اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل که دولت ایران هم بهش پیوسته، یک قانونی هست به نام قانون تهیه امکانات تحصیل کودکان ایرانی. این قانون مصوبه قبل از انقلاب هست ولی هنوز هم لازم الاجرا هست. آموزش تا مقطع دبیرستان، پایان مقطع دبیرستان اجباری میدونه برای کودکان ایرانی. قانون اساسی هم، قانون اساسی فعلی ایران هم بر این موضوع تاکید داره و در اونجا جرم میدونه، نفرستادن کودک به مدرسه تا این مقطع رو برای والدین جرم دونسته، اما مجازاتش خیلی ناچیزه، جزای نقدی هست مجازاتش و خیلی زیاد هم شایع نیست که کسی متولی این موضوع باشه، مثلا وزارت آموزش و پرورش متولی این موضوع هست ولی پیگیر کنه که خانواده ها را تحت تعقیب قرار بده اگه کودکشون رو به هر دلیلی. از طرف دیگه ما با یک پدیده، من مطالعه دقیق تری انجام دادم، مواجه شدم که به خصوص در زمان دولت آقای احمدی نژاد یک مصاحبه از وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر آموزش و پرورش پخش شد در مطبوعات که اونا گفتن که ما تشویق میکنیم کودکان دبیرستانی دختر که ازدواج کنن، این خودش علل بازماندگی از تحصیل میشه. و یک نکته خیلی عجیب تر که فقط در ایران اتفاق میفته اینه که همین دختران کودک وقتی در دوران دبیرستان هستن ازدواج میکنن، مدرسه دیگه ندارن. وزارت آموزش و پرورش بخشنامه داده که دختر متأهل حق اومدن تو دبیرستان نداره و سالهاست که داره اجرا میشه. این حق مخالف قانون اساسی ایرانه و مخالف همون قانونی است که جرم میدونه عدم آموزش. اما میگن خب برن مدارس شبانه یا مدارسی که تو ایران به اسم مدارس بزرگ سالان معروف هست و شناخته میشه، در حالی که این چه معنی داره که دختر رو از اون طرف پوش میکنی ازدواج کنه، از اون طرف اجازه نمیدی مدرسه بره. بعضی از خانواده ها ممکنه به صورت خاص عقد کنن ولی شروع نکنن به زندگی مشترک و یعنی مانعی اساسی برای آموزش هم وجود نداشته باشه، ولی در این حال همین که در شناسنامه‌شون اومد چنین میشه. یک خانم از کسانی که در این حوزه فعال هست یه جمله خیلی جالبی میگه، میگه همین که ترکیب صورت دخترها حکایت از این کرد که اینها متأهل شدن، چون سعی میکنن دخترها مخفی نگه دارن وقتی متأهل میشن این موضوع رو از مدرسه، بلافاصله ناظم مدرسه اونها رو میخواد و جوابشون میکنه که مدرسه نیان. این یکی از علل اساسی بازماندن از تحصیل شده. بخش دیگه تو در مورد پسران بحث کار هست، بخشش هم ناکارآمدی خود سیستم آموزشی هست. وقتی حق آموزش صحبت میشه در مورد کودکان، باید کارآمدی سیستم آموزشی هم مورد توجه قرار بگیره که سبب جذب دانش آموز و سبب جذب کودک به آموزش بشه و سبب دوریش نشه، مشقات مختلف برای کودک درست نکنه. باید استانداردهای دقیقی رو دنبال بکنه تا کودک بتونه به طور طبیعی با این درس ها جلو بره. و اگه احیانا کودک با مشکلی مواجه است در حوزه یادگیری
که مثلا تندتر از دیگران هست یا ضعیفتر از دیگران هست با در مدارس ویژه باشه. مدارس ویژه در بخشی از مناطق ایران وجود داره، اما در همه مناطق ما باهاش مواجه نیستیم و میدونیم که همه جا حضور نداره، به خصوص در مورد کودکان مثلا نابینا بیشتر این مشکل وجود داره، مجبورن در خوابگاه‌هایی یا از شهر خودشون از پدر مادرشون جدا بشن به شهرهای دیگه برن. تو سنین پایین‌تر این کار سخته برای کودک که بخواد از خانواده جدا بشه، این خود به خود سبب میشه که معلولیت هم سبب بشه که با مشکل تحصیل یا بازماندن از تحصیل یا اساساً شروع تحصیل و آموزش مواجه بشن. از این موضوع که بگذاریم، در بحث حقوق آموزشی ما آموزش به زبان مادری و قابل فهم برای کودک باید توجه کنیم. از این رو این موضوع اهمیت داره که در حقیقت کودک نباید در ابتدای شروع آموزش با بحران‌های مختلف روبرو بشه و اضطراب سراپای وجودش رو بگیره تا نتونه همراه بشه با سیستم آموزشی یا با منابع آموزشی. این موضوع در مناطق اتنیکی ایران بیشتر خودش رو نشون میده، به خصوص در مناطقی که پدر مادرانی که بچه‌هایی دارن و توی خونه ممکن است هم به زبان فارسی حرف نزنن و کودک زبان فارسی رو فرا نمیگیره، ولی روز اول مدرسه میره میشینه سر یه کلاسی که باید شروع کنه با یه معلمی که فارسی حرف میزنه الزاماً و کتاب فارسی رو بخونه و با کتاب فارسی، کتاب‌های فارسی، ریاضی، علوم و خود فارسی به زبان فارسی آشنا بشه. این استراب میده به بچه به کودک وارد میکنه و این کودک رو میتونه در شرایط قرار بده که نتونه همراه بشه با آموزش و در اثر همین موضوع دچار بحران بشه و یه تعداد از کودکان از این طریق ممکنه باز بمونن از آموزش. بنابراین آموزش به زبان مادری و قابل فهم برای کودک بسیار مهمه. قانون اساسی هم به نوعی در اصل 15 این موضوع رو پذیرفته اما کامل حمایت نکرده از این قضیه، اما در این حال ما تا به امروز شاهد این نیستیم که در هیچ جایی این موضوع که علارغمی که به طور ناقص در قانون اساسی هم پذیرفته شده مورد توجه قرار بگیره. در همین رابطه ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در بند الفش و به خصوص در قسمت دومش به این موضوع آموزش اجباری و بخش های دیگه حوزه آموزشی اشاره دقیق داره و تکلیف میکنه دولت ها که این راه را دنبال کنن، مسئله آموزش را دنبال بکنن. و در ماده 28 پیمان نامه جهانی حقوق کودک هم در زمینه حقوق آموزشی استانداردها و تکالیف و مسئولیت هایی را به طور مشخص در سه بند بیان میکنه برای دولت ها و اونها را رهنمون میکنه که چه کارهایی باید انجام بدن تا بتونن همه کودکان را هدف سیستم آموزشی قرار بدن و هیچ کودکی باز نمانه از شروع به تحصیل و باز نمانه از ادامه تحصیل و ادامه آموزش. همه این موضوعات را داره. این موضوع یک فرایند هست و با یک اتفاق نمیتونه صورت بگیره، بلکه به یک فرایند و یک مجموعه کلی نیاز داره که از جمله این مجموعه به بخش بعدی صحبتمون مربوط میشه به عنوان حق برخورداری از امکانات آموزشی برابر. این موضوع هم میتونه همون فرایند آموزش را تسهیل کنه برای کودکان. از این رو اهمیت داره که ما میبینیم مناطقی از تهران انواع اقسام مدارس با شهریه‌های مختلف بدون شهریه، مدارسی که ویژه مثلا فرزندان مسئولین درست میشه که حتما اگر در تهران زندگی میکنید با این موضوع مواجه هستید یا برخورد کردید، مدارسی که ممکنه برخی از مؤسسات درست کنن برای کودکان خودشون، یه عده دیگه هم با خودشون نزدیک کنن. این موضوع هم ما متاسفانه باش مواجه هستیم. و از طرف دیگه به حاشیه تهران که مراجعه میکنیم میبینیم که چنین نیست. و اگر پا را فراتر بذاریم به سیستان، بلوچستان و یا مناطقی از استان هرمزگان، و متاسفانه من متوجه شدم که در بخش از مناطق حتی استان همدان هم که یک استان محروم شناخته نمیشه، ما مدارس کپری داریم، مدارسی که تو کپر دائر میشه.
مدارس که تو کپر هست یعنی یک کپر خیلی ساده زده میشه با الیاف گیاهی درست میشه، حالا هر الیاف گیاهی که در اون منطقه وجود داشته باشه، و کودکان در اونجا با واسطه یک معلم معمولا همه منابع درسی همه مسائل آموزشی اتفاق میفته. و مهمترین نکته خیلی دردناک اینه که اینا هیچ امکان بهداشتی ندارن، مثلا دستشوی مناسب اصلا دستشوی ندارن، همچون جاهایی دستشوی وجود نداره که کودک بخواد مسائل بهداشتی خودش رو رعایت بکنه. همین موضوع در مناطق مختلف به خصوص در مناطقی از سیستان و بلوچستان، بخش هایی حتی از استان گلستان هم در بخش اشایرنشین مناطقی از بخش ترکمن این موضوع گزارش میشه، هنوز وجود داره و بعض وقتا هم یه عده روش کار میکنن و مسائلی رو مطرح میکنن. بنابراین ما در این رابطه باز شاهد بودیم که نابرابری آموزشی ایجاد میکنه. وقتی امکانات برابر آموزشی نباشه، حق امکان دسترسی به آموزش بعد از مدرسه برای کسانی که در مدارس بهتر آموزش میبینن دقیقا بهتر فراهم میشه، و برای کسانی که در مناطق زندگی میکنن که امکان آموزش کمتر دارن یا دسترسی به امکانات آموزشی کمتری دارن، عملاً امکان رفتن به دانشگاهشون هم کمتر میشه. یعنی دقیقاً رشد متناسب در جامعه بین همه کودکان در حدی که شایسته اون هستن اتفاق نمیفته. ما با این موضوع در ارتباط با مسئله آتش سوزی هایی که در مدارس ایران رخ داده در سالهای اخیر، ما در روستای در صد دروزدن در استان فارس داشتیم، در روستای در استان کردستان داشتیم، در روستای در استان خراسان داشتیم مسئله که آتیش گرفت، معلمانی سوختن، بعد در بعضی موارد برای اخذ رفتن به نجات کودکان و کودکانی سوختن که الان هیچ کس پاسخگو نیست، هیچ کس محاکمه نشد روی این موضوع که امکانات آموزشی رو برابر نمیاره، وسایل آموزشی رو فراهم نمیکنه، محیط آموزشی سالم رو فراهم نمیکنن برای کودکان به نحو مساوی. اگه سوالی هست تا اینجا بفرمایید تا بپردازیمش. در مورد موضوع آخری، من البته نظر منه، فکر میکنم به این طور باشه که منظور شما آموزش عمومی است، یعنی آموزش دولت متولیش هست. اگر یک گروهی خودشون با پول خودشون مدرسه غیر انتفاعی درست کنن، یه انتفاعی به زبان اینجا و با پول بچه هاشون رو معلم خوب بگیرن، من فکر میکنم این مشکلی نداشته باشه. اتفاقا همون پولی که قراره از آموزش عمومی هزینه بچه‌های اینها بشه میتونه هزینه دیگران بشه. و در مورد این، خب اتفاق میفته تو جای مثل آمریکا یا غرب، ولی مشکلی که تو ایران هست برمیگرده این که از بودجه خود دولت و عمومی چنین مدارسی رو درست میکنن و این امکانات رو در اصل به شکل نابرابر توضیح میکنن بین چیز مدارس. درسته، من به نوعی اشاره کردم مجتمع های آموزشی ما داریم که در کنار بعضی وزارتخانه ها درست شده که اینا در حقیقت با امکانات اون وزارتخانه درست میشه. مثلا دانشگاه علوم پزشکی یک شهر میاد یک مجتمع آموزشی درست میکنه و بچهای خودش و وابسته به خودش البته ابتدا، و اگر بتونه با پول زیاد بچهای دیگه هم جذب میکنه و سیستم آموزشی دقیق و بهتر از سیستم آموزشی معمول در سطح شهر میاره. این در نفس خودش ایراد نداره اگه با امکانات خانواده ها باشه، ولی دو تا ایراد اساسی به وجود میاره. یکی این که همینجوری که شما اشاره کردید از امکانات عمومی یعنی امکانات دولتی استفاده میشه برای این منظور و این نابرابری هست، همین حق برای دیگران نیست. و امکان و اشکال دیگه که از این نظر به نظر من وجود داره اینه که این شیوه سبب میشه که این دسته از کودکان سرعت رشد بیشتری پیدا کنن و کودکان پایین دست نتونن مساوی با اونها در کنکوری که بعداً میخوان بدن یا در دانشگاهی که بعداً حتی ممکنه واردش بشن با هم نتونن رقابت کنن. یعنی باز میمونن اونها از کودکانی که این دسترسی امکانات را ندارن. یعنی در خودش سه تا ضرر ایجاد میکنه: یکی امکانات دولتی، یکی دیگه
نابرابری در رسیدن و رشد بهتر و رسیدن به امکان تعالی بهتر. و مسئله دیگه‌ای که در این زمینه ایجاد میکنه اینه که حتی اگر برسن به همون سطح هم رقابتشون ضعیف‌تر میشه. مثلا کسی که به راحتی زبان انگلیسی تو خونه یا به وسیله یکم تو مجتمع آموزشی فرا گرفته باشه میتونه قوی تر باشه توی کنکور یا منابع درسی دیگه. و مسئله مهمتر اینه که همین امکانات در همه شهرها پراکنده نیست و همه دانش آموزا نمیتونن. این خود به خود به طبقه بندی شدن یا طبقه ای شدن جامعه منجر میشه و که این خطرات خاص خودش رو به وجود میاره. و در یک صورت این خوب هست وجود داشته باشه که یک بیس خوب قابل درک مدارس در اختیار همه باشه، بعد یه عده میخوان بهتر از اون بیس باشن برن باشن. هیچ کسی مانعشون نمیشه و نمیتونه مانعشون میشه، این حق نیست که بشه ازشون دریغ کرد. ولی وقتی اون بیس وجود نداره، یکی تو کپر درس میخونه در یک منطقه ای، یکی مثلا به طور مشخص ما در اینجا یک مورد من ذکر کردم و اون این که یونیسف گزارشی تهیه میکنه از یه دختر به نام سما. این دختر از مناطقی از سیستان بلوچستان هست، ایشون نمیتونه مدرسه بره برای اینکه مدرسه مثلا بعد از که دوره ابتدایی رو تموم کرده مدرسه مرحله بعدی رو نداره روستای خودشون، باید با اتوبوس یا مینیبوس یک ساعت و نیم رو هر روز بره و برگرده. از و در یه خانواده سنتی هم زندگی میکنه، پدر مادرش بهش اجازه نمیدن که بره و اساسا هم سخته. چرا باید یک ساعت و نیم حتما این را داشته؟ شاید بعضی بگن یک ممکنه یک کودک هم در تهران یک ساعت و نیم توی ترافیک باشه، ولی دستبندی که در ایران صورت گرفته بر این اساس هست که هر کسی در منطقه‌ای که خودش زندگی میکنه هم مدرسه ثبت نام بکنه. ولی مردم نمیپسندن، مثلا یکی در جنوب شهر دسترسی به یکی از مدرسه های شمال شهر پیدا میکنه، بچه‌شو یک ساعت و نیم تو ترافیک میذاره توی تاکسی یا هر چیز دیگه که بره، یا تو سرویس که بره به مدرسه برسه. اون انتخاب نادرستی که خانواده کردن، این ربطی به امکانات نداره، ولی ربطی به عدم امکانات داره. وقتی امکانات نیست در مناطق دیگه میتونه همچون تقاضایی هم به وجود بیاد و خانواده ها والدین تلاش کنن مسابقه بدن که بچه‌شون رو مدرسه دیگه ببرن برای اینکه میتونن. حالا اون خانواده ای که دسترسی نداره، برخورداری نداره، خانواده کارگری هست، خانواده کارمند ضعیفی هست یا کشاورز روستایی هست، اون باج کار کنه. اون که توی روستا زندگی میکنه، 43% جامعه امروز ایران روستاییه، روستانشینه، اون باج کار بکنه در چه شرایطی به این امکانات میتونه دسترسی پیدا کنه؟ من می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که این نابرابری در برخورداری از امکانات آموزشی فقط مربوط به مناطق مختلف نیست. مثلا بهایی‌ها که الان رسما از ادامه تحصیل محروم هستن و حق ادامه تحصیل ندارن بعد از دبیرستان. می‌خواستم ببینم که این چجوری توجیه پذیره در چارچوب قانون اساسی ایران که میگه که همه حق تحصیل دارن. حضورتون که از کنم، ما اینجا وقتی صحبت از این میکنیم، صحبت از برخورد امکانات آموزشی میکنیم برای تا مقطع پایان دبیرستانه، چون کودک موضوع بحث ما هست و اون حقوقی که امروز در مورد بهایان به خصوص حق تحصیل ازشون دریغ میشه برای مرحله دانشگاه هست، آموزش عالی است. اونها هم حق آموزش دارن و به طور رسما دولت اونها رو منع نمیکنه از رفتن به مدرسه یا هر مدرسه که بخوان انتخاب کنن. اونها در این رابطه با یک مشکل دیگه مواجه هستن، با اینکه تو حوزه‌ای که از حقوق بنیادین کودک است، کودک حق داره که به باوری که خودش دوست داره یا باوری که عمدتاً باور والدین هست دنبال روی کنه. و این کودکان بهایی که شما بهش اشاره میکنید عمدتاً در مدارس تحت فشار قرار میگیرن که سکوت کنن، حق ندارن دینشون رو ابراز کنن، حق ندارن عقیدشون رو ابراز کنن، حق ندارن حرفی از والدینشون رو در مدرسه بزنن و بعضی وقتا با مشکلی هم مواجه میشن که یه مثالی هم دیروز زدیم در مورد نسیم که چگونه مدت 2 ماه از دبیرستان اخراج بود به دلیل اینکه بهایی بود. ولی مسئله امکانات در حوزه آموزش عالی، بله، اینا با این مشکل مواجه هستن. البته دیروز هم تو جلسه قبلی صحبت شد اینکه خود محتوای آموزشی، یعنی تو خود این مدارس محتوای آموزشی هم فکر نمی‌کنید خود اینها هم در اصل میتونه همین موضوع حقوق بشر باشه بیشتر؟ یعنی خیلی تو کشور مثل ایران
که یک ایدئولوژی مذهبی داره بیشتر این محتوا تحت تاثیر کنترل حکومت قرار میگیره. برای مثال مثلا تو در مورد همون حق و حقوق کودک یا به طور کلی حق و حقوق بشر تو کتاب‌های درسی ما میشه گفت که نزدیک به صفره، مگر اینکه جاهایی که خود تناقضی نداشته باشه با ایدئولوژی حاکم، و یا در مورد تعریف در از تبلیغ یک نگرش مذهبی تو کتاب‌های درسی، در حالی که خود آمریکا علارغم اینکه مثلا یه جامعه مذهبیه ولی مدارس عمومی حق چنین کاری رو ندارن که هیچ علایم مذهبی رو تو برای بچه‌ها، هیچ درس مذهبی رو برای بچه‌ها بخوان تو کتاب‌هاشون بگنجونن، یا معلم بخواد خارج از چیز اونها رو داخل کلاس مطرح کنه، در حالی که تو ایران مملو از این هاست. یعنی برای بچه کارت نماز صادر میکنن که اگه بره نماز بخونه براش مثلا علامت مثبت بزنن. کاملا درسته. وقتی که صحبت از برخوردارت امکانات آموزشی میشه، اهم از امکاناتی هست که به صرف آموزش مربوط میشه، مثل منابع درسی، روشهای درسی و سیستم آموزشی، و اما و همچنین به ساختمانهایی که درش مدرسه باید مستقر بشه، رعایت حفظ ایمنی، سلامت و بهداشت کودک در همچون محیط هایی، اینا همه مجموعه ای هست که در حوزه حق برخورده از امکانات آموزشی دیده میشه. استانداردهایی برای ساختمان مدارس باید در نظر گرفته بشه و همچنین استانداردهایی برای منابع آموزشی. منابع آموزشی رو ما متاسفانه هیچ وقت در ایران به صورت آزاد و با استفاده از یک خرد جمعی استخراج نشده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته نشده، بلکه همیشه به وسیله یک شورایی در وزارت آموزش پرورش که اسمش هست شورای تدوین کتب درسی تهیه شده، به وسیله چاپخونه خود وزارت آموزش هم چاپ میشه، به وسیله خود وزارت آموزش هم به مردم فروخته میشه این کتابا. مثل مدارس خارج از ایران نیست که یک کتابی رو که توی کتابخونه محلت هم میتونی به امانت بگیری، یا کتابخونه مدرسه به تعداد داشته باشه که دانش آموزا به امانت میگیرن ببرن بخونن بیارن، اساسا نیست. بله بفهمید. آنانیتا یا شعر شما این سوال رو میتونید طرح بکنم؟ من زیادی حرف زدم در مورد بحث خود پوششه. البته الان مثل اینکه عوض شده، احتمالا آنانیتا بیشتر که بچه بودن بچه ها میرفتن توی مدرسه با تابستان با مغنه. آره توی قسمت بعدی آموزش و جنسیت یکی از بحث‌های دیگه‌مون هست که من اشاره‌ای به در همین رابطه میکنم و شما سوالی در مورد پوشش بپرسید. مسئله دیگه که در اینجا در بحث حق آموزش میتونیم بهش توجه کنیم مسئله آموزش و جنسیته. مسئله آموزش و جنسیت دو بخش داره. یکی این که به جنسیت به عنوان یک ابزار برای تبعیض نگاه نشه، یکی دیگه این که به خود جنسیت یا جنس هم آموزش های جنسی هم به کودکان داده بشه. کودک به هر حال فرایند اجتماعی شدن رو در همین دبیرستان ها و در مراحل کودکی به دست میاره و فرا میگیره. بنابراین باید با مقوله جنس و هویت جنسی خودش آشنا بشه و کتاب های آموزشی و منابع آموزشی در ایران از این موضوع کاملا توهی هست و این موضوع رو نداره، و صرف نظر از اینکه این موضوع نداره، بلکه به طور خیلی اوریان اولا همه مقاطع تحصیلی دختر و پسر از هم جدا میکنن و هیچ اجازه شناخت کودکان و روند اجتماعی شدن کودک دختر و پسر را از طریق کنار هم قرار گرفتن نمیده. حتی کودکانی که در مرحله ابتدایی هستن و ممکنه و قطعا هم هیچ ضرری نداره که اونها در کنار هم قرار بگیرن، و من به شخصه معتقد هستم در کنار هم قرار گرفتنشون میتونه به روند رشد و تکاملشون کمک کنه و هیچ زیانی براشون نخواهد داشت. فقط با یک آمیزه مذهبی هست که این موضوع رو جدا میکنه از همدیگه. حالا در مقطع دبیرستان بعضیا معتقد هستن که مشکلاتی درست میکنه، و در همون مقطع هم به نظر من اگر مسئله خودشناسی رو به کودکان دختر و پسر به درستی آموزش داده بشه در دروس مدرسه،
به تدریج که در مدرسه بزرگ میشن میتونن در مقطع دبیرستان هم در موقعی که در حقیقت وارد سن تینیجری به اصطلاح 13 سالگی به بالا میشن هم که در حال علائم بلوغ در دختر پسر شروع میشه میتونن در کنار هم قرار بگیرن بدون که آسیبی به هم برسونن، بدون که مشکلاتی برای هم دیگه درست بکنن، منوط به این که یک خودشناسی، یک خودآگاهی نسبت به هویت جنسی خودشون، هویت رفتاری خودشون و رفتارهای خودشون و مسئولیت پذیری در قبال رفتارهای خودشون بهشون یاد داده بشه. اگه اینها با مسئولیت پذیر بزرگ بشن و یاد بگیرن مسئولیت پذیری و مسئول اعمال و رفتار خودشون بشن و مرزهای اخلاق هم بهشون فرا بگیرن و آموزش داده بشه بهشون، میتونن از این در این مقطع هم به راحتی زندگی کنن، در کنار هم دیگه اجتماعی بشن، آموزش ببینن، کما اینکه در بسیار از جای دنیا هم رایج هست، به روند آموزششون هم هیچ خللی وارد نمی کنه. یک نکته ای که اشاره کردی در ارتباط با مسئله آموزش جنسی باید بهش بپردازیم و اون بحث این که آیا چقدر این آموزش جنسی لازم هست که در کتب درسی بیاد. دیدگاه های مختلفی وجود داره در این رابطه. بعضی از حتی کسانی که در ایران کار میکنن به این اعتقاد دارن، از حتی اساتید دانشگاه، کسانی که استاد هستن در زمینه روانشناختی کار میکنن، معتقد هستن که الزاماً باید مسئله آموزش جنسی در دروس به خصوص دبیرستانی وجود داشته باشه، برای اینکه بتونن کودکان با هویت جنسی خودشون آشنا بشن، به خصوص یک تابوها یا رفتارهای تحقیرآمیز به تناسب مسائل جنسی و شناخت جنسی کاذب و شناخت جنسی نادرست ممکنه برای کودکان به وجود بیاد و بعضی از کودکان تحقیر بشن. کودکی پسری که ممکنه رفتار دخترانه احیانا داشته باشه تو مدرسه حتما تحقیر میشه، دختری که رفتار احتمالا پسرانه داشته باشه تحقیر میشه به وسیله حتی اولیای مدرسه، به وسیله بچهای دیگه. از این رو شناخت و آموزش میتونه به اونها کمک کنه هویت جنسی خودشون رو بشناسن و احیانا برخی از کودکانی که تمایل یا هویت جنسی متفاوت از هویت جنسی اکثریت دارن در گروه های مثلا هموسکشوال ممکنه تعریف بشن یا بایسکشوال باشن یا ترنس باشن یا هر چیزی دیگه، اونها هویتشون رو بشناسن و بتونن خودشون را بهتر پروتکت کنن و از خودشون بیشتر محافظت بکنن. در این رابطه اگه سوالی هست بفرمایید. بله یه سوالی داشتم در مخصوصا در مورد آموزش جنسی کشورهای دیگه مدرک چه جوری موضوع می‌پردازن، مخصوصا چون فکر می‌کردم ترکیه و کشور حالا بعضی کشورهای دیگه معیار خوبی نباشن، ولی مثلا ما می‌بینیم تو کشور مسلمان مانند ترکیه که این هویت مثلا دیگر باش شفاف‌تر بیشتر یعنی بیشتر دیده میشه تو جامعه، مثلا کودکان دبیرستانی اون کشور چی یاد می‌گیرن در این مورد، چه جوری قابل مقایسه است با کشوری مثل ترکیه و بعضی از دیگه کشورهای اسلامی؟ بعضیشون گام‌های خیلی بهتری برداشتن، مثلا نمونه بهترش میتونه حتی به اردن اشاره کنیم که منابع آموزشی بهتری حتی داره و پیشرفته تر هست از ترکیه، برای که ترکیه دوتا مشکل داره در منابع آموزشیش و در آموزشاش به نوعی وجود داره، اما حوزه فرهنگش در حوزه پایین دستی در جامعهش مردم دنبال نمی کنن و بسیاری از مردم سخت با این موضوع مواجه میشن، چون اغلب مردم مذهبی هستن، حتی میتونم بگم بعضی هاشون ممکنه از جامعه خودمون در ایران مذهبی تر باشن و سخت با این موضوع برخورد میکنن، به خصوص که ما در زمینه آمار خشونت هم در خشونت به واسطه جنس داریم. خود این آموزش جنسی میتونه سبب بشه که ما خشونت هایی که بعضیاش هم اشاره کردیم خود به خود نسبت به کودکان رخ نده و یا عملا تفکیک جنسیتی رخ نده یا تبعیض ناشی از جنسیت رخ نده. توی ترکیه با دو گروه مواجه هست، مسئله بخشش رو عبور کرده، مدارس مختلف دارن و مسئله پوشش دخترها اجباری نیست، اینها برای اونا به نظر من گام بهتریه. همینطور تو برخی دیگه کشورهای اسلامی حتی الان در افغانستان، در عراق، در
اگرچه فرهنگ ممکنه چنین اقتضا نکنه، در مناطق مختلف در امارات متحده عربی تا حدودی بعضی از شیخ نشیناش وجود داره، اما در ایران مسئله این تفکیک جنسیتی به طور خیلی عریان از سن مهد کودک شروع میشه در مورد کودکان که باید مقنعه بپوشن، باید از پسرها جدا باشن و بعد هم الان اصرار دارن که مقطع حتی پیش دبستانی و کودکستانی هم کاملا تفکیک صورت بگیره و اون اصرار به نظر من اصرار نابجا و غیر فکر شده است. یعنی هیچ فکر فلسفی پشت این نیست که نهایتا این به چی منجر میشه. فقط ممکنه منجر بشه به اینکه این کودکان متنفر بشن از مذهب. چیزی دیگه به نظر من خروجی دیگه نمیتونه داشته باشه. وقتی که از این سنین پایینی مورد آزاری به اسم تفکیک، به اسم پوشش اجباری قرار میگیرن و این اتفاق بر اساس یک آمیزه مذهبی برای اونا وارد میشه، میتونه اونا رو به تدریج ضد مذهب بار بیاره. بسیار عالی. ما برخی آمارهایی در ارتباط با همین موضوعاتی که اینجا خدمتتون عرض کردم وجود داره. ما در ارتباط با آموزش به زبان مادری و قابل فهم در مورد بازماندن از تحصیل آمارهایی عملا وجود داره که اخیراً بعضی از مطبوعات ایران هم به بعضی از این آمارها پرداختن، اما در موضوع حوزه تفکیک جنسیتی با یک تابو بزرگ تبدیل شده و کمتر کسی بهش میپردازه، علارغم این که پوشش‌های اجباری که در مدارس داره اعمال میشه نسبت به دختران میتونه اونا رو با بیماری‌های پوستی مواجه کنه، میتونه اونا رو مانع تحرک لازم بشه برای کودک دختر و عدم تحرک لازم میتونه در آینده اونا رو با بیماری‌های بیشتری مواجه کنه و اونا رو آسیب پذیرتر در حادث شدن یا روبرو شدن با بیماری قرار بده. از این نظر این موضوع بسیار حائز اهمیت است. نکته دیگه که خیلی گذرا بهش اشاره میکنم حق فراگیری حقوق بشر یا حق آموزش حقوق بشر است. کودک باید بر اساس همین پیماننامه جهانی حقوق کودک مورد بحث ما و یا سورس اساسی بحث ما هست، حقوق کودک و یا حقوق بشر را یاد بگیره. خود متن پیماننامه را باید فرا بگیره و همه بخشاش وجود داشته باشه. در یه زمانی در دولت اصلاحات تلاش شد که این اتفاق صورت بگیره، اما به نتیجه نرسید و در خود همون دولت هم با مخالفت‌هایی مواجه شد و ترس‌هایی در حاشیه قرار گرفت و تعریف شد که مانع شد از اینکه پیماننامه جهانی حقوق کودک به کودکان آموزش داده بشه و همچنین حقوق بشر به کودکان آموزش داده بشه. کودک شایسته هست که این موضوع رو حتما فرا بگیره. در ماده 29 پیماننامه این موضوع به وضوح بیان شده و بخشهایی از ماده 28 هم در همین رابطه اشاره داره و استناد داره به اینکه باید به طور مشخص این مسئله آموزش حقوق بشر در مورد کودکان اعمال بشه. در بیانیه‌ای که معروف هست به کنفرانس وین 1993 نیز به حق این حق و موضوع فرا گرفتن حقوق بشر برای کودکان تاکید مشخصی شده. بسیار گود. مسئله دیگه که در اینجا میتونیم اشاره کنیم که در لابلای بحثمون هم بود بحث آموزش کودکان مهاجر. کودکان مهاجر وقتی که وارد هر سرزمین میشن بدون توجه به چه هویتی دارن، شناسنامه دارن یا ندارن، اینها در چه شرایطی هستن، در حد فهم خودشون باید امتحان ازشون گرفته بشه و در کلاسی که میتونن درک کنن در اون کلاس قرار بگیرن. اگه به زبانی هست که نمیفهمن و نمیتونن بفهمن باید اون زبان بهشون آموزش داده بشه. و مبحث بعدی که در حوزه حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان اهمیت داره حق امنیت اجتماعی و منع بهره‌کشی و کار کودکان است. در مورد کار کودکان که اولین بحثمون در این رابطه هست، همواره مسئله بهره‌کشی از نیروی کار یک مسئله مهم در عرصه‌های اجتماعی هست.
کودکان به دلیل اینکه معمولا مزد کمتری بهشون پرداخت میشه یا بعضی وقتا ممکنه هیچ مزدی بهشون پرداخت نشه چون امکان مطالبه ندارن، یا بعضی وقتا خود کودک در درون خانواده خودش مورد استثمار قرار میگیره و ازش بهره کشی میشه، و یا اینکه کودک در معرض فقر گرسنگی قرار میگیره و ناچار میشه کار کنه. در این حالت‌های مختلف ما با یک پدیده به نام کودکان کار مواجهیم که معروف هست به کودکان کار و خیابان، که الان در شهرهای بزرگ ایران کودکان کار و خیابان یکی از پدیده‌ها و یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است که آمار قابل توجهی به خودش جلب کرده. در این زمینه حقوق کار ایران اشاره داره که کودکان زیر 15 سال نباید به کار گرفته بشه و ممنوع هست، اما استثناءاتی بر قانون کار ایران وارد شده که سبب میشه که همه جا قانون کار حکومت نکنه. مثلا در مناطق آزاد قانون کار حکومت نداره، در کارگاه‌های خانگی قانون کار ایران استثناء شده اجراش، و در برخی از کارگاه‌ها مثل کارگاه‌های زیر 10 نفر از برخی تضمینات دیگه حقوق کار استثناء شده، و عملا اگه از کودک کار یا از کودک استفاده برای کارهای اتفاقی یا فصلی یا موردی بشه، در هیچ جا هیچ تضمین و حمایتی از این کودک به عمل نمیاد، در حالی که عملا از کودک به عنوان یک کارگر که مورد سوء استفاده و استثمار هست قرار استفاده و سوء استفاده میشه. و به هر تعدادی که ما کودکان کار و خیابان داشته باشیم، کودکان واجب و تعلیمی دانیم که مدرسه نمیرن. این یعنی کودک کار و خیابان یعنی کودکی که آموزش نمیبینه، آموزشش میشه در سطح کوچه و خیابان، و یا حداقل ممکنه برخیشون هم آموزش ببینن ولی نمیتونن به خوبی آموزش ببینن، به خوبی آموزش لازم رو بگیرن و بتونن در فرایند رشد و تعالی خودشون از این آموزش ها استفاده کنن. و کودکان معلول به طور ویژه باید مورد حمایت خاص قرار بگیرن، از این نظر که به خصوص کودکان معلول ذهنی هیچ توانایی حمایت از خودشون ندارن، ولی حق حیات اونها محفوظ هست و به هیچ وجه نباید مورد سوء استفاده های مختلف قرار بگیرن، مورد آزمایش های مختلف قرار بگیرن. و کودکانی که معلولیت هایی دارن که امکان فراگیری راحت تر ندارن، باید مدارس استثنایی برشون درست بشه، که عملا در این رابطه تا حدودی اشاره هم کردیم وجود داره در ایران و امکاناتی فراهم میشه، ولی کودکان معلول هم از حیث مسائل آموزشی و هم از حیث مسائل امنیت اجتماعی در خطر بیشتری قرار دارن، به دلیل اینکه ما آمارهایی داریم که متاسفانه در مناطق پایین دستی بعضی از شهرها از جمله مناطق مثل مولوی در تهران دخترانی مشاهده شده و آماری هست که گفته میشه در این رابطه که حتی به وسیله کودکی که سندروم داون داره یا به اصطلاح مونگول شناخته میشه و توانایی ذهنی کافی نداره، مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیره، حتی حامله شده. با موردی من خودم مواجه شدم که همچین کودکی متاسفانه حامله شده بود و امنیت لازم براش فراهم نشده و اینکه توانایی نداره که از خودش مراقبت کنه و متاسفانه حقوق ویژه برای اونها در نظر نمیگیره، در حالی که پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک به این موضوع اشاره دقیقی داره و مانع میشه از اینکه و تلاش داره که مانع بشه از اینکه کودکان معلول مورد سوء استفاده قرار بگیرن. این موضوع در ماده 23 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک اومده که کودکان معلول برای برخورداری از یک زندگی مناسب به آموزش و پرورش و مراقبت ویژه نیاز دارن. اینجا اون چیزی که در حوزه امنیت اجتماعی اهمیت داره مسئله مراقبت ویژه از این گونه کودکان هست و مسئله آموزش که در حوزه حقوق آموزشیشون مطرح هست. مسئله ازدواج یکی از موضوعاتی هست که در خلال بحث‌های قبلی هم بهش جست و گریخته اشاره کردیم و وعده دادیم که اینجا بیشتر بهش میرسیم. اگر فرصت داشته باشیم، ممنوعیت ازدواج کودکان بسیار اهمیت داره از این جهت که کودکان دختر اسخایی میکنم بیشتر در معرض این موضوع هستن. قوانین ایران در این رابطه متاسفانه نه تنها حمایتی نداره بلکه تشویق داره. این موضوع در
ماده 1041 قانون مدنی ایران پیش بینی شده اجازه میده که کودکان تا 13 سال دختر و 15 سال پسر ازدواج کنند و حتی به طور جدی من نکرده ازدواج کودکان دختر زیر سن 13 سال را، اون رو منوط به اجازه دادگاه و با رعایت مصلحت کودک دونسته. مثلا مصلحت کودک، اگر کودکی پدر و مادرش در یه تصادف دست بده و هیچ کسی کاری نداشته باشه، پدر بزرگی پیری داشته باشه و نمیتونه از اون کودک رو اداره بکنه، آیا مصلحت این کودک ایجاب میکنه که ما به ازدواج یک مثلا مرد 40 ساله درش بیاریم تا بتونه بهش نون بده و این نمیره؟ اینجاست که مراقبت و حق کودک هست که مورد حمایت ویژه قرار بگیره و نه این که ما اونو به ازدواج بدیم تا مورد حمایت قرار بگیره. یا آماری که به طور مشخص در مورد قاچاق کودکان وجود داره، عمدتاً قاچاق کودکان از مبدأ خانواده‌های فقیر اتفاق می‌افته که یک مورد به طور مشخص 14 دختر از مناطقی از خراسان به پاکستان قاچاق شده بودند. همه ای اونها از طریق یک ازدواج‌های سوری به یک شخصی فروخته شده بودند و قاچاق شده بودند و اون رو برکشی قرار می‌گرفتن، که در ایران هم در یک زمانی این موضوع مطرح شد، تلاش‌هایی هم صورت گرفت، ظاهراً هم ادعا شد که برگردونده شدن به کشور، ولی کسی نتونست با اونها، مطبوعات نتونست با اونها دسترسی پیدا کنه و مصاحبه‌ای باشون داشته باشه، که مثلا من که خودم در اون زمان مطلع شدم و دنبال می‌کردم این موضوع رو، اطمینان ندارم که واقعاً کسی از اینها واقعاً آزاد شده برگشته یا نه. از دوستان خودم که در مطبوعات کار میکردن در اون زمان سوال کردم، اونها مراجعه کردن، استانداری اجازه نداد، استانداری خراسان در اون زمان اجازه نداد که حتی مصاحبه‌ای با اینها انجام میشه. این موضوع در جلسه گذاشتم اشاره کردیم، 140 میلیون کودک در سال تا کنون ما الان مواجه هستیم با 140 میلیون کودک عروس، کودک ازدواج کرده، دختر ازدواج کرده. این یک درد برای بشریت به نظر من. از این رو دقیقاً این آمار مربوط به این هست که پیش بینی میکنه که تا سال 2020 این آمار افزایش پیدا میکنه و روزانه 39 هزار دختر در سنین پایین در جهان ازدواج میکنه. این آمار میگه، این آمار اگه به طور دقیق بخواد میتونیم دسترسی پیدا کنیم چه مناطقی هست، عمدتاً در کشورهای کمتر توسعه یافته هست، در کشورهای که بیشتر مذهبی هستند. در جنوب شرق آسیا ما با این موضوع خیلی مواجه هستیم، در بنگلادش، در فیلیپین، در اندونزی با این موضوع خیلی مواجه هستیم و الان هم یک بحرانی در همین رابطه داریم با کودکان دختر سوری که اهل سوریه هستن و ناچار شدن خانه کاشانشون ترک کنن، در مصر، در عربستان و در سایر کشورهای حوزه خلیج به ازدواج شیخ‌های مختلف ممکن در بیان و در اومدن و از این طریق مورد بهره کشی، در واقع بهره کشی جنسی قرار بگیرن. مسئله دیگه، مسئله سرپرستی شایسته برای کودکان هست. کودک باید از در خانواده خودش پدر مادر شایسته داشته باشه. پدر مادرها معمولا شایسته هستند و کسی در صدد نفی حقوق اونها نسبت به فرزندان نیست، اما از اونجایی که بحث کردیم با هم دیگه در جلسات گذشته که حوزه پدر مادری گاهی اوقات باید مهار بشه، از خودکامگی پدر مادرها باید حقوق کار جلوگیری کنه که سبب آسیب جدی نشن و از طرف دیگه سرپرستان شایسته برای کودک باشن، به خصوص در حوزه فرزندخواندگی. وقتی یک کودکی به فرزندخواندگی قبول میشه یا پذیرفته میشه، باید شرایط سختی قرار بدن تا اون خانواده‌ای که اینو به عنوان سرپرست قبول میکنه رفتار بسیار شایسته نسبت به اون اعمال کنه. نه اینکه مثلا ما اخیراً با قانون فرزند، اصلاح قانون فرزندخواندگی در ایران مواجه هستیم، اگرچه بخشی از اون قانون نسبت به قانون قبلیش مترقی هست، بخش‌های حمایتی بهتر و جدیتری داره، تغییراتی انجام توش صورت گرفته. مثلا قبلا زنان در ایران نمیتونستن سرپرستی کودکی را به عهده بگیرن، باید حتما متأهل باشن، الان زنان مجرد هم میتونن این کار را انجام بدن، بررسی امکانات مالیشون در قانون مورد توجه قرار داده، ولی با نهایت تأسف اومده امکان ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده یا سرپرست با فرزندخوانده را به کلی نفی نکرده و ممنوع نکرده. این خودش میتونه
تالی فاسد یا نتیجه فاسد در آینده در به دنبال داشته باشه و کودکان رو در معرض سرپرستی یا سرپرستان غیر شایسته یا ناشایست قرار بده. و یک مطلب دیگه اینه که کودکانی که از سرپرستان شایسته برخوردار نیستن و به هر ترتیب سرپرستان اونها را در معرض آسیب قرار میدن، باید دولت حمایت‌های ویژه‌ای اعمال بکنه و سرپرستان را به طور جدی منع کنه از رفتارهایی که سبب آسیب، سبب منع رشد متناسب، مانع رشد و تعالی کودک میشه داشته باشن، مثل اونجایی که خشونت در مورد کودکان اتفاق میفته، کودک‌آزاری اتفاق میفته. اگر لازم باشه باید کودکان رو گرفته بشه، نه اینکه اونها رو کودکان رو بگیریم و مناطق پرخطرتر بسپاریم، بلکه خانه های امنی وجود داشته باشه که این کودکان رو به طور خوب و شایسته و بهتر و دور از خشونت بتونن به طور موقت یا به طور در دراز مدت حضور داشته باشن، تا حدی که دامنه خطر و امکان خطر در موردشون برطرف شه. و اگه سوالی اینجا هست بفرمایید تا کلامو ختم کنیم. بسیار عالی. من میتونم فقط یک جنبندی مختصر داشته باشم. ما در این دوره در واقع به مسئله حقوق کودک پرداختیم. همه ابعاد حقوق کودک رو ما در این فرصت کوتاه نمیتونیم بهش بپردازیم. ابعاد مختلفی در حوزه حقوق کودک قابل توجه است. یکی از مسائل بسیار مهم در مورد کودکان بحث عدالت برای کودکان هست. در مورد عدالت برای کودکان هم بحث‌های متعدد صورت می‌گیره. مسئله بزهکاری کودکان هست، دادرسی ویژه برای کودکان و پلیس ویژه کودکان و امکانات متعدد دیگه که می‌تونه در ارتباط با عدالت و کودکان مطرح باشه. اما در این حال ما فرصت کردیم که یک اشاره‌ای داشته باشیم به مسائل و منابع اصلی حوزه حقوق کودک بر مبنای پیماننامه جهانی حقوق کودک. اگر که فرصت دارید میتونید به پیماننامه جهانی حقوق کودک مراجعه کنید، اطلاعات خوبی میتونه ارائه بده به شما و منابع مختلف دیگه هم میتونید ببینید. آموزشکده توانا هم امکاناتی را ایجاد کرده و امکاناتی را ایجاد میکنه، حساسیت لازم داره نسبت به مسئله خشونت و کودکان، آموزش و کودکان و حمایت ویژه از کودکان. از این رو میتونید به اون منابع هم دسترسی داشته باشید. و کلام آخر این که توجه به حقوق کودک میتونه رشد و تعالی جامعه را در آینده تضمین کنه و از محور ارزیابی سلامت جامعه شناخته میشه. یعنی وقتی که حقوق کودک در یک کشور رشد بیشتری داشته باشه، اون جامعه سالمتری است، جامعه برخوردارتری است، جامعه ای است که میتونه در به فکر آینده خودش بیشتر باشه، چون میتونه نیروی انسانی بهتر و شایسته‌تری برای فردای خودش فراهم بکنه. و آخر این که غفلت در قبال همه ابعاد حقوق کودک جامعه را در شرایط نادرست، قانون‌گریز، خشونت طلب و هر جمعش خواه و بی انضباط قرار خواهد داد. موفق باشید. اگر بارها دنبال واژه آموزش گشته اید ولی با درهای بسته روبرو شده اید، اگر دنبال آموزشکده گشته اید که دور نباشد و استادهای خوبی هم داشته باشد، اگر مشتاق آموختن هستید اما توانایی مالی کافی نداشته اید که بیشتر و بیشتر بخوانید و بدانید، اگر شبها وقت آزاد دارید و روزها نمی توانید دنبال درس و کلاس بروید، توانا بهترین انتخاب شماست. توانا بود هر که دانا بود. توانا رایگان در اختیار شماست. آموزشکده ای در خانه شماست. هر وقت که بخواهید، شب یا روز، با درس هایی مانند حق و حقوق زنان، دموکراسی، تفسیرهای نوین و لیبرال از دین، حقوق اقلیت ها، حکومت قانون، نهادسازی و نهادهای مدنی، محیط زیست، روزنامه نگاری و امنیت فضای مجازی و موبایل های هوشمند. آموزشکده توانا کلاس‌های دلخواه شما را رایگان به منزل شما می‌آورد.
در کلاس‌های توانا با نام و جیمیل مستعار ثبت نام کنید. برای ما مهم انگیزه شهروندی و علاقه شما به آموختن است. ما هرگز نام واقعی شما را نمی‌پرسیم. تیم فنی توانا از طریق سایت تواناتک به شما کمک می‌کند تا با خیال راحت و فارغ از دردسرهای امنیت وب در کلاس‌ها شرکت کنید. در توانا بیاموزید، با تواناتک پاسخ سوال‌های فنی خود را بگیرید و از صدها کتاب، ویدئو، آدیو و مدرک دیجیتال در کتابخانه توانا رایگان استفاده کنید. توانا پنجره آشنایی شما با جهان ایده‌های نو و تجربه مردم دیگر کشورها در گذار به دموکراسی. برای دسترسی به توانا و اطلاعات بیشتر به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس توانا و تواناتک بپیوندید.